سرخط خبرها. اعزام فرماندهان ارشد نظامی ایران به مرز. آمریکا عقب نشینی کرد. به ایران حمله نمی کنیم. رویترز: آمریکا خوناش را به اوکراین می فرستد. و پوتین برای سازمان ملل ضرب العجل تعیین کرد. سلام، به این سرویس خبری با من فاطمه از کانال خبرکده خوش آمدید. اعزام فرماندهان ارشد نظامی ایران به مرز. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، به نقل از تسنیم، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در نقطه صفر مرزی شهرستان پلدشت، از آخرین وضعیت نیروهای مستقر در این مرز مطلع و با مرزبانان حاضر در این نقطه دیدار کرد. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری صبح روز چهارشنبه با همراهی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از معاونین و فرماندهان ارشد ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در نقطه صفر مرزی پلدشت و گروهان مرزی عرس از آخرین وضعیت نیروهای مستقر بازدید و با مرزبانان حاضر در این نقطه دیدار کرد. در این بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از زحمات مرزبانان از دفاع از حریم کشور تأکید کرد قدرت و توان بازدارندگی امروز نیروهای مسلح بیش از هر زمانی است و تمام یگانهای نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند. آمریکا عقب نشینی کرد. به ایران حمله نمی‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در جریان کنفرانس خبری روز سه‌شنبه تصریح کرد در پرتو تهدید مستمر جمهوری اسلامی و با همکاری شرکا و متحدان، وزارت دفاع آمریکا در حال افزایش حضور و گسترش توانایی‌های خود در تنگه هرمز و آب‌های اطراف است. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی خواست فوراً اقدامات بی‌ثبات کننده خود را که خطر جدی برای جریان بی‌وقفه تجارت جهانی از طریق این آبراه استراتژیک است متوقف کند. ماتیو میلر در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا با توجه به رفتار جمهوری اسلامی در منطقه برای جنگ با جمهوری اسلامی در خلیج فارس آماده می شود گفت ما به طور قطع هر گونه تمهیداتی را برای جنگ رد می کنیم و اطمینان داد که افزایش حضور نظامی در درجه اول بر نظارت بر وضعیت و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر متمرکز است. پیشتر یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده اعلام کرد این کشور با هدف مقابله با توقیف کشتی‌ها توسط جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 به خلیج فارس اعزام می‌کند. این اقدام در جهت تقویت هواپیماهای جنگنده ایده ایالات متحده صورت می‌گیرد. رویترز: آمریکا خوناشام به اوکراین می‌فرستد. رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته است مقامات آمریکایی قصد دارند تا در بسته تسلیحاتی جدیدی به ارزش 1.3 میلیارد دلار سامانه موشک اندازی موسوم به ومپایر برای اوکراین ارسال کنند. تازه ترین کمک نظامی آمریکا به اوکراین این هفته رونمایی خواهد شد و رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی با اشاره به این موضوع نوشت که یف علاوه بر خوناشام، مهمات، رادار، چندین نوع پهپاد انتحاری و سایر سامانه‌های ضد پهپادی نیز دریافت خواهد کرد. این سامانه جدید که تولید شرکت آمریکایی ساخت اسلحه به نام ال3 هریس است، می تواند روی اکثر خودروهای باری از جمله وانت بار و کامیون نصب شود. و علاوه بر این امکان تعبیه آن در یک مکان ثابت نیز وجود دارد. این سامانه از یک سنسور هدفگیری و پرتابگری مجهز به 4 موشک 70 میلیمتری با هدایت لیزری تشکیل شده، و تنها با یک اپراتور میتوان از آن برای اهداف هوایی و زمینی استفاده کرد. و پوتین برای سازمان ملل ضرب العجل تعیین کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که دبیرخانه سازمان ملل 90 روز فرصت دارد تا وضعیت صادرات محصولات کشاورزی این کشور را عادی کند. در این بیانیه آمده است بند ششم از تفاهم‌نامه امضا شده بین روسیه و سازمان ملل در چارچوب توافق استانبول در زمینه صادرات محصولات کشاورزی از طریق دریای سیاه تصریح می‌کند
که هر یک از طرفین باید ظرف مدت 3 ماه طرف مقابل را از توقف اجرای تفاهم نامه مطلع کند. وزارت خارجه روسیه در ادامه افزود، بر این اساس دبیرخانه سازمان ملل هنوز 90 روز فرصت دارد تا اجرای یکی از مفاد این قرارداد را مبنی بر ادغام مجدد ساختار بانک کشاورزی روسیه در سیستم سویفت بین المللی تکمیل کند. ممنون که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. برای مطلع شدن از آخرین تحولات ایران و جهان ما را دنبال کنید.